بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه بحث کانفیگوریشن دین سرور می خوانیم. دین سرور به همراه کانفیگوریشن اکتیو دایرکتوری وقتی که بره انستال می کنیم بای دیفالت انستال میشه. میتونیم وقت انستالشن از گزینه تیک دین سرور داریم و بریم به صورت تنهایی دین سر از قسمت اد و ریموو رول اضافه بکنیم. میرم ویندوز سرور 2008 رو باز میکنید. محیط ویندوز سرور 2008 و برنامه ورچوالایزیشن مون وی ام وی ار. ویندوز سرور 2008 محیطیونه و اگر کلاینت بعدی خوب بریم چک بکنیم میام ویندوز 7. میرم به قسمت ویندوز سرور بعدی برنامه خوب بزرگ میکنه که کلا دیده بشه. وقتی بریم به قسمت یا ساده بریم رو رول کلیک بکنیم از قسمت رول ها برنامه ها یا رول هایی که قبلا انستال شده باشه به شما میاره که کدوم رول ها به این قسمت انستال شده، اکتیو دایرکتوری انستال شده و همچنین دین سرور دو تا رول رو از این انستال شده. یا ساده راه دیگه هم بود که میرفتین کلیک میکردین میدیدیم چی نوع رول های انستال شده هست از کدوم قسمت، از قسمت سرور منیجر. همین قسمت پایینی که کلیک کنیم گزینه سرور منیجر میایه. همین قسمت پایینی علامت یا لوگو یا شکلی وجود داره، رو از اون گزینه هم کلیک کنین. بعد به شما رول هایی که انستال شده باشه میگه چند تا رول انستال شده و چند تا دیگه شما خواسته باشین میتونیم انستال بسازین. میام پایین تر ببینیم گزینه داره به اسم اد رول که برای اضافه کردن روله و گزینه داریم به اسم ریموو رول. از این قسمت شما میتونیم یک رول پاک بکنین. خود رول به معنای نقش، شما به ای پی سی خود نقش از این میدین که ای بتونه آی پی رو به نام تبدیل بکنه و نامر به آی پی تبدیل بکنه، یا ای مینیسه دومین کنترلر باشه بتونه پی سی آر کنترل بکنه، هر کاری که خواستین. پس رو از این دو تا رنه، یک اکتیو دایرکتوری و یک هم دی ان اس. میرین قسمت اد رول که ببینیم آیا واقعا همینا هست یا نه. میبینیم گزینه دین سرور هم تیک زده و اینستال شده و گزینه اکتیو دایرکتوری. اگر این گزینه تیک زده نبود بعد شما میتونید این گزینه تیک بزنید و اون اینستال بسازید. حالا اینا اینستال شده و نیاز به اینستال کردن دوباره نداره. این پس بسته میکنم. کسانی که علاقه مند بودیم وقت کانفیگور کردن دین اس میتونیم تیک از اون برداریم از اینجا پس دوباره اون تیک بزنیم و اینستال بکنیم. وقتی DNS رو خواسته باشیم اینستال بکنیم اول باید استفاده از اون بفهمیم کمی DNS برای چی استفاده میشه. اول استفاده از اون مینویسم نوت پد رو باز میکنم NOTE سایز خط تر کمی بزرگتر میکنیم از قسمت فونت باشه 36 یا 28 کفایت میکنه. اوکی. این جلسه بحث کانفیگور کردن DNS رو میخونیم. DNS خود مخفف چیه؟ DNS خود مخفف domain name سیستمه. بعضی به اسم domain name سیستم برای ازی میگم و بعضی هم به اسم domain name سرویس، فرق نمی کنه. اگه جای به اسم سرویس شنیدیم یا سیستم شنیدین این چیزه. پس این پروتکل وظیفی از چیه که وقتی رو روتر کانفیگور میکنیم، وظیفی DNS سرور اینه که نام رو با IP تبدیل بکنه، آی پی رو به نام. پس ساده می نویسم change name to IP and IP to name. پس دو وظیفه داره، یکی نام رو با آی پی تبدیل میکنه و عملی دیگه که انجام میده یا کار دیگه که انجام میده دوباره پس عملیه نام رو با آی پی و آی پی به نام تبدیل میکنه. این کارکرد از خود DNS سروره. در داخل DNS سرور دو تا زون وجود داره. همین کار کرده دین سرور با استفاده از دو تا زون میشه. یکی به اسم فوروارد لوک اپ زون برای میگم در داخل دین سروره به اسم فوروارد دو تا زون وجود داره که یکی به اسم فوروارد لوک اپ زون برای از میگن فوروارد لوک اپ زونه. وظیفه فوروارد لوک اپ زون چیه؟ در داخل DNS گفتن چند تا زون وجود داره، دو تا، یکی فوروارد لوک اپ زون و یکی هم ریورس لوک اپ زون. در داخل فوروارد لوک اپ زون کاری که انجام میشه نیم تو آی پی، یعنی وظیفه فوروارد لوک اپ زون اینه که نام رو به چی تبدیل بکنه؟ به آی پی تبدیل بکنه. زون دیگه که داریم عبارت از چیه؟ ریورس لوک اپ زونه. این ایر کپی میگیرم بعد پیست میکنیم کنترل وی پیست. بعدی زون دیگه داریم به اسم ریورس لوک اپ زون. این عملی کار کرده از این عملی معکوس یکی بالایی فوروارد داره. پس این چه کار میکنه؟ وظیفه از این
ساده آی پی تو نیم یعنی کار کرده ریورس لوکاپ زون اینه که چی کار بکنه آی پی به نام تبدیل بکنه. پس در داخل خود DNS سرور دو تا زون وجود داره، یکی به اسم فوروارد لوکاپ زون و یکی ریورس لوکاپ زون. فوروارد لوکاپ زون نام رو به آی پی تبدیل میکنه و ریورس لوکاپ زون آی پی به نام تبدیل میکنه. این دو تا زونه که در داخل از زون مهمه. این پس مینیمایز میکنم ولی میام قسمت رول ها رول رول کلیک میکنم گزینه به اسم چی داریم DNS سرور. یک راه اینه که از این قسمتی کار رو بکنیم، اما راه دیگه هم هست که از این طریق دیگه هم شما میتونیم به این دسترسی داشته باشیم. از کجا؟ میره قسمت گزینه استارت، گزینه ادمنستریتیف تول. بعد از به این قسمت چی وجود داره؟ DNS وجود داره. روی DNS کلیک میکنیم. وقتی روی DNS کلیک کردیم اینجوگا DNS شما میاین. ببینیم DNS به این قسمت شکلی و ظاهر شده و دومینی هم که قبلا ساختین به اسم itsage.com ببینیم به این قسمت وجود داره. حالا ما باید بریم به قسمت دومین که کلیک بکنیم ببینیم همون ها چی نوشته. یکی اولی forward lookup zone همین شکل آبی که داره، بعدی پایینی و چی نوشته reverse lookup zone. پس دو تا زون مهم در خود DNS سرور وجود داره که یکی forward lookup zone و یکی هم reverse lookup zone. و یکی دیگه هم داریم forwarder. اینجا هم یک اصطلاح یکی بعض وقتا ممکن به شما سوال خلق بشه. خود forwarder ها که هسته چی میگن؟ زمانی که شما DNS های دیگه مینویسید forwarder برای DNS شما قرار میگیره. اگر این DNS شما ریکوردها داخل کم بود نمیتونید همگی در داخل از ذخیره بشه، شما یک DNS دیگر هم برای از این معرفی میکنیم مینویسید forwarder. یعنی اگه در داخل تو ریکوردها وجود ندیش برو از او کمک بگیر. این حالت به نام forwarder یعنی فرستنده. این میفرسته به یک نفر دیگه. به شما یک کار میگم، شما او کار را نکردیم یا تا حال به او معلومات نداریم، شما یک شخص دیگر راجع میکنیم، این میشه فوروردر. یعنی به یک شخص دیگر پیشنهاد او کار میکنیم. در داخل DNS سرور هم این چیزه، شما اگر در داخل DNS سرور ریکوردها شما کم باشه فوروردر تعیین میکنیم که برای از داخل از او ریکوردها خورد بده عملی پروسس از او انجام بده. پس این فوروردر هم به این منظوره اگه جایی میبینید. حالا میرم اولین کاری که میکنیم وقت کانفیگوریشن DNS سرور بعد زون تعیین بکنیم، رو فوروارد لوکاپ زون کلیک میکنیم. بعد میایم اینجا روی راست کلیک میکنیم. گزینه اول چی نوشته؟ نوشته نیو زون. یعنی حتمی باید یک زون بسازیم پیش از اینکه کاری برای انجام بدیم. رو زون کلیک میکنیم، گزینه نکست رو میزنیم. یه همی عملی ویزارده که مرحله مرحله داره به اینجام به شما گفته. نکست رو میزنیم. وقت نکست رو میزنیم باز اینجا سه چهار گزینه داره. یکی به اسم پرایمری زون داریم، یکی به اسم سکندری زون داریم و یکی به اسم استاب زون داریم. فرق از اینا در چی است و کجا جا از اینا استفاده میشه؟ پرایمری زون زون اولیه. ببینیم به این جگان به شما بگفته create a copy of zone that can be updated directly on the server. کلن توضیحات رم به پایین هر کدام از او گزینا داده شده. پرایمری زون زون اصلی یا زون اولیه شما تشکیل میده. پیش از اینکه شما دیگه زونای رو بسازیم اولین زون شما باید چی باشه؟ زون پرایمری باشه. وقتی یک زون پرایمری ایجاد کردیم زون دیگه لازم داشتیم میخواستیم ایجاد بکنیم، زون دومی خود میتونیم چی انتخاب بکنیم؟ سکندری انتخاب بکنیم. سکندری یعنی دومی. یک کپی از پرایمری زون در داخل سکندری زون وجود داره. در صورتی که پرایمری زون قابلیت از این نداشته باشه یا رو از لود زیاد باشه مراجعه میشه به چی؟ به سکندری زون. و یکی دیگه هم داریم به اسم استاب زون. این کمتر استفاده میشه. هر زمانی که چایلد داریم خواسته باشیم چایلد دومین چایلد داریم یا زیر مجموعه خواسته باشیم در اون هم یک زون ایجاد بکنیم معمولا از چی استفاده میکنیم؟ از استاب زون استفاده میکنیم یا استاب زون. create a copy of zone یعنی در حقیقت یک کپی از زون در او ذخیره میشه. خب اول ما باید کدوم که انتخاب بکنم؟ گزینه پرایمری زون. نکست در میزنیم. دقت کنیم اینجی وقتی رو از او کلیک کنیم باز سه گزینه دیگه داره. پس اول باید زون پرایمری ایجاد بشه. میگه این نویت اینه که همین زونی که شما ایجاد میکنیم به کجا جا قابل دسترس باشه. نوشته Active Directory Zone Replication Scope. همین اسکوپ یا محدوده که شما تعیین میکنیم برای از او به داخل کجا جا ریپلیکیشن یا پاسخگویی داشته باشه. میایم به اینجا میگین To all DNS server in the forest. به تمام DNS سرورهایی بره جوابگویی بکنه. گزینه دوم نوشته To all DNS server in domain ITSH.
یعنی فقط به داخل امی دین سرورایی که در داخل امی دومین آی تی سی جی بره جوابگویی بکنه و یک کار دیگه کار نداشته باشه. و گزینه بعدی هم داریم که اگر این خواسته باشه بیه کرم میتونیم انتخاب کنه، هر کدوم منتها استفاده و متفاوته. این گفته باز بیشتر به ویندوزای 2000 اینا کار میده. پس گزینه‌ای که به درد ما میخوره همینه که همین دین سرور ما به کجا جا کانفیگور شه، داخل دومین آی تی سی اچ گزینه وسط انتخاب شده یا نکسر میزنی. حالا دومین حالت زون نیم خو اینجا ایجاد میکنه، نام زون خو مینویسین. نام زون شما میتونه هر نامی باشه، من مثلا میدم به اسم فرست، نام زون خو مینویسم به اسم فرست، نکست در میزنیم. وقتی نکست در بزنیم ببینیم اینجا باز حالت اپدیت کردن زون به شما میاره که همی زون شما وقتی خواسته باشه اپدیت بشه کیا بتون امیر اپدیت بکنن. گزینه اول نوشته الو only secure dynamic update، یعنی فقط به کسانی اجازه بده که اونا سیکیور باشن. یعنی چی؟ یعنی اونا فقط جزء دومین شما باشن. کسانی که جزء دومین نباشن اجازه اپدیت کردن DNS ندارن. اگه گزینه دومی تیک بزنیم نوشته الو بود نان سیکیور ان سیکیور، یعنی چی؟ یوزر جزء دومین شما باشه چیز جزء دومین شما نباشه او اجازه بده که او اپدیت بکنه ریکوردای DNS. و اگر گزینه سومی انتخاب بکنیم Do not allow dynamic update، اجازه نده به یوزر ها کنا بتونم اپدیت بکنم ریکوردهایی که در داخل DNS وجود داره. بعد ادمنستریتور مینوال یا دستی برای کار خود انجام بده. پس من میرم گزینه سیکیور را انتخاب میکنم، کسانی که جزء دومین ان اپدیت بشه ریکوردهای نا در داخل DNS سرور. کار کردن در حال فهمیدیم چیه که اول انتخاب میکنم نکست در میزنم. اینجا سمری یا خلاصه برای ما میاره که فوروردران در این تعیین شده، نام دومین شما زونیو هست فرست. ای به کجا جا کار میده؟ در داخل اکتیو دایرکتوری به صورت زون پرایمری کانفیگور شده. فینیشر میزنین این زون به وجود آمد. ببینیم به اسم فرست به وجود آمد و فعلا حالت چیر داره؟ در داخل اکتیو دایرکتوری و فعلا حالت رننگ داره یا اجرا شدن. حالا ما یک زون ساختین، وقتی یک زون در داخل فوروارد لوکاپ زون میسازیم بعد در این زمان بریم در ریورس لوکاپ زون هم همون زونی ایجاد بکنیم. پس حالا میرم روی زون دومی کلیک میکنم به اسم ریورس لوکاپ زون، راست کلیک میکنه گزینه نیو زون کلیک میکنم نکست در میزنه. بازم میگه از نو چی باشه؟ پرایمری، چون بازم در این زمان همون دومین مونه در ریورس. پرایمری انتخاب میکنیم یا اولیه، نکست میزنم. به کجا جایی بتونه جوابگویی بکنه؟ در داخل دومین آی تی سی جوابگویی بکنه، نکست در میزنید. از کدوم باشه؟ کانفیگوریشن بر اساس آی پی وی 4 باشه یا بر اساس آی پی وی 6 باشه؟ ما چون آی پی وی 4 اینجا استفاده میکنیم آی پی وی 4 انتخاب میکنم، نکست در میزنم. به این قسمت نتورک آی دی ما رو به کار داره. ما بس آی پی ادرس ها خونده بودیم، ما قسمت هاستر اجازه نداریم به اینجا وارد کنیم. میبینیم قسمت هاستر غیر فعاله، تنها قسمت نتورک در این فعاله. میرم نوشته میکنم 192، چون همین رنج استفاده میکنیم 168.1. میبینیم این قسمت دیگه من چیزی وارد کرده نمیتونم، فقط قسمت نتورک رنج آی پی خور مینویسه. وقتی آی پی خور رنج نوشتیم گزینه نکسر میزنه. بعد یکم یک وقت اگر خواسته باشیم زون دیشتیم قبلا ریورس ایجاد میکنیم، اینجا میگم از این استفاده کو، اما ما تا حال ایجاد نکردیم. بس میرم یک کار انتخاب میکنم دوباره آی پی خوارد میکنم. میبینیم اینجا حال علامت سوالیه شد، یعنی به من مشخص نیه. بس دوباره وارد میکنم 192.168.1.1 نکست میزنیم. حالا میگه کیر بتون اپدیت بکنه، گزینه ببینیم داینامیک اپدیت از اونه. فقط میگم همون یوزرایی که سیکیور باشن و جزء دومین باشن همونا اپدیت میکنن، نکست میزنیم. حالا گفته ریورس هم ساخته شد، این ای هم رنج آی پی مانه که میبینیم 192.168.1 این مرکوس میکنه، فینیشر میزنه و زون ریورس ما شروع شد به اینجی داخل اکتیو دایرکتوری و همچنین حالت چیر داره؟ رننگر داره. حالا میریم داخل فوروارد لوکاپ زون. حالا ما میریم هاستا خوب برای از این معرفی کنیم که هر وقتی خواسته باشیم ما بر اساس نام پینگ بکنیم یک سیستمر این برای ما جوابگویی بکنه. کارکرد DNS همینه، چون کامپیوترها بر اساس آی پی کار میکنن، ما باید بریم کار بکنه که اونا بر اساس نام هم کار کرده بتونن. نه میرم به این قسمت دقت کنین، میر مینیمایز میکنم به این جگا سی ام دی ویندوز اصلی منه، سی ام دی باز میکنم انتر میکنه، بعد میگم پینگ گوگل
.com انتر میکنم. حالا اگه اینترنت داشته باشم ببینیم گوگل دات کام نام یک کمپیوتره، دی ان اس از او به همراه آی پی ادرس در داخل از او رکوردهای ذخیره شده. حالا ما این دقیقاً همین دی ان اس سرور ایجاد بکنیم، یک آی پی به همراه یک نام برای از او معرفی بکنیم که هر کسی که بر اساس نام خواسته جستجو بکنه برای او جوابگویی بکنه. پینگ گوگل دات کام، کانکشن اینترنت مثال قطع، دوباره کار ترای میکنم. بازم میبینیم یه چی لسنینگ میکنه، کسی برای از جوابگویی نمیکنه. درست اینجا علامت وصل نشون میده ولی پکت لاست ما خیلی زیاده. بازم جوابگویی نکرد. من منظورم سر ازی بود که شما بفهمید کامپیوترها بر اساس آی پی کار میکنه. ما وقتی بر اساس نام پینگ میکنیم چه کار میشه؟ این رکورد شما میره داخل دی ان اس، چک میشه که آیا آی پی به همین نام وجود داره یا نه. اگر وجود داشته باشه برای جوابگویی میکنه، اگه وجود نداشته باشه جوابگویی نمیکنه. خب اینو پس بسته میکنین، بعد میرم پس به ویندوز سرور 2008 رو همین چی که ساختین، زونی که ساختین به اسم فرس راست کلیک میکنم، رو همین زون کلیک میکنه. باشه یه دفعه کلیک کنم. اینجا ببینیم تنها هاستایی که ذخیره شده باشه اینجا به شما میاره. هنوز هیچ هاست ذخیره نشده به غیر از اون یکی سرور ما که اینجا itsage.com همین دیمین ما تشکیل میره. حالا میرم داخل از این هاست رو اضافه میکنم، راست کلیک میکنم، اینجا گزینه چی نوشته نیو هاست، یعنی یک هاست جدید اضافه بکن. رو نیو هاست کلیک میکنین، اینجا میگه نام رو بگو، نام رو پی سی رو بگو. نام از رو چی باشه؟ نام باشه سرور، نام باشه سرور. آی پی او چیه؟ بگین. میبینیم اینجا چی شد؟ تبدیل شد سرور دات فرست که دی ان اس ما تشکیل میده. آی پی از سرور چند؟ 192.168.1.1. انال آی پی سرور خودم دادم و برای از اون نامم به اینجا مشخص کردم که از این بعد هم میتونم به اساس نام رو پینگ بکنم هم به اساس آی پی ادرس. ایره ببینیم این دو گزینه دیگه چی کار میکنه. نوشته کرید اسوسییتد پونتر یا پی تی آر رکورد. اگه این گزینه تیک بزنیم همین رکوردی که داخل فوروارد به وجود آوردیم عملی معکوس از این دیگه نیاز نیه که ببریم به ریورس این کار انجام بدیم، خود چیکار میکنه؟ در او ذخیره میکنه. اما اگه گزینه الو تیک بزنیم، نوشته الو انی اتنتیکیشن یوزر، اجازه بده به همون یوزرهایی که اونا اتنتیکیتن یعنی یوزر مجازن، یوزر اصلی دومین مونم، به اونا اجازه بده که اونا چیکار بکنن، دی ان اس رکورد زیاد بکنم یا اپدیت بکنم اگر خواسته باشین. اگر نخواسته باشین میتونیم تیک از این وردارین، ولی گزینه اولی تیک میزنین که برای داخل ریورس هم خود از اینا اضافه بشه، داخل یک ریورس هم اضافه بشه. اد هاستر میزنین ببینیم به اینجا شما الیرت میاره، میگه دس هاست ریکورد سرور به اسم سرور دات فرست و سکسسفولی کرییتد. اوکی میکنم، یک هاست داخل از ذخیره شد. دوباره میاییم رو از رو سرور، رو از این دومینی که داریم یا به این قسمت فرق نمیکنه یا رو از این، راست کلیک میکنیم، گزینه چیر کلیک میکنیم نیو هاست، یک هاست دیگه مامد کنم، هاست دیگه یک به اسم چیه ببینیم، نام یکی دیگه مندازم کلاینت، کلاینت ما یا هر نامی که خواسته باشین بیتر کلاینت بدیم یا نامای دیگه هم شما میتونیم وارد کنیم، نوشته کنیم کلاینت، کلاینت یا میتونیم حتی چند تا حرف دیگه هم بنویسیم ولی بیتر خودتر باشه نام که وقتی پینگ میکنیم زیاد وقت شما نگیره. آی پی ادرس کلاینت ما چنده؟ 192.168.1.2. ای آی پی ادرس کلاینت ما نه و این نامی که ما برای مشخص کردم که از این بعد اگه کسی به اساس همین نام هم پینگ بکنه برای او جوابگویی بکنه. پوینتر هم تیک میزنم که ای به ریورس لوک اپ زون اتوماتیک اضافه بشه بدین از اینکه من اضافه کنم. اد هاستر میزنیم، ای هم موفقانه در داخل از او ذخیره شدن. ده تا یوزر هم که دیشتیم به همین ترتیب ده تا یوزر خور ریکورد های ذخیره میکنه. حالا ببینید پی سی کلایند آی پی ادرس چنده؟ میبینیم داخل دی ان اس سرور ذخیره شده، آی پی 192.168.1.2 داره، آی پی سرور چنده؟ .1.1. این ریکورد ها داخل از این فوروردر ذخیره شده، فوروارد لوک اپ زون. حالا میرم به ریورس لوک اپ زون، اینجا ببینیم مجرد کلیک کنم، حالا ببینیم به صورت اینجا پی تی آر گفته این رکورد ها شما اشاره شده، یعنی چی؟ یعنی بیامده اینجا اضافه شده. حالا ببینیم آی پی سرور ما اینجا ذخیره شده به اسم سرور دات فرست،
و اینجگا آی پی کلاینت ما به صورت اوتوماتیک ذخیره شده. اگر اون پوینتر اولی تیک نمیزدین به اینجگا گزینه اضافه نمیشد، بعد خود شما میرفتیم دستی اضافه میکردیم. حال اضافه شده ای را بسته میکنیم یا میریم به این قسمت، هم به اساس نام پینگ میکنم هم به اساس آی پی. سی ام دی خود باز میکنیم، سی ام دی بعد میگیم پینگ بکن آی پی چی 192.168.1.1 اینتر میکنیم. این خود سروره به اساس آی پی جوابگویی کرد خود خود یا ریپلای داد. حال نامی او چی بود؟ نامی بود حال سرور ای دفعه پینگ میکنم، سرور اینتر میکنم، انتر میکنم، ببینم آیا با ما جوابگویی میکنه یا نمیکنه، آیا همین عملیاتی که ما انجام دادیم ذخیره شده، مشکل نخورده. تالی این دفعه بریم با اساس نام جوابگویی نکرد. یک را دیگه اینه ما بروم چند ریفرش بکنم رازی، یا سرور خود ریستارت بکنیم. همین سرور دی ان اس نه سرور اصلی خود، این ریفرش میکنیم و به قسمت فوروارد لوکابزون هم میریم، این هم ریفرش میکنم گزینه ریفرش. باز دوباره میرین قسمت خود سیستم، به اینجگاه این کامان لاین وجود داره، به اساس آی پی 192.168.1.1 پینگ میکنه. دوباره به اساس نیم اروکی بالا رو میزنیم یا فرق نمیکنه، میتونیم بنویسیم سرور. اسپل باید دقیقا این چیز باشه، اگه اونجا به حرف کلون نوشته باشیم اینجا هم باید به حرف کلون بنویسیم. انتر میکنم، جوابگویی نکرد و نشناخت، میگه ترای اگن ما باشه بروم داخل سرور ببینم این به چی نامی ذخیره شده. به اسم سرور دات فرست این ذخیره شده و یکی دیگه هم به اسم کلاینت. باشه بریم به یکی دومی خود چک بکنیم، سعی کنیم به اساس کلاینت ما جوابگویی میکنه یا نه. آی پی کلاین چند بود؟ دو بود. این به اساس آی پی اول پینگ میکنه. ارتباط بین کلاینت و سرور فعلا به اساس آی پی هم وجود نداره. میرم رو از این کلیک میکنه، البته به حالت استند بای رفته باشه. خب از داخل کلاینت میریم همین عملیات انجام میدیم، سی ام دی انتر میکنم، سیستم سرور پینگ میکنم، پینگ 192.168.1.1 انتر میکنم، ای با سرور وصله. دوباره میبینیم چون سیستم یک سیستم سرور بود، حالا به اساس نام پینگ میکنم، سعی کنم این کلاینت میتونه به اساس نام به او وصل شه یا نه. نام از دو سرور چی بود؟ پینگ سرور، انتر میکنم ببینم جوابگویی کرده میتونه یا نه. نه نشناخته هنوز به اساس نام. دوباره میرین رو سرور خود کلیک میکنیم، حالا همین سرور خود ریستارت میکنم. DNS که دارین چی قسم سرور رو DNS ریستارت بکنیم؟ رو همین سرور راست کلیک میکنیم ببینیم اینجا گزینه ریستارت داره یا نه. اگر ندیش راهای دیگه هم هست برای ریستارت کردن. این یک ریفرش بکنم تو خود سرور، بعد از او گزینه ریستارت نداره. از کجا بریم کار بکنیم؟ اینجا ببینیم گزینه سرور هست، رو از اینکه کلیک کنیم اینجا هم DNS سرور. حالا میاییم به اینجاگاه گزینه های هست که ما خواسته باشه میره ریستارت بکنم، رو از این کلیک میکنم، حالا فنکشن های میاره مور اکشن به این قسمت لست میشه، رو از این کلیک کنم که اونا بیاره به ما. گزینه داره به اسم ریستارت بعد دیشته باشه که ما خواسته باشه میره ریستارت بکنم. ریستارت نبود داخل از اینا انال به قسمت آورد. ببینیم وقتی رو دین سرور کلیک کردیم اینجا گزینه استاپ داره، گزینه استارت داره و گزینه ری استارت داره. حالا میبینیم چون گزینه استارت فعاله یعنی فعلا سرور ما در حال اجرا، یک دفعه ری استارت میکنم یعنی یک خاموش روشن میکنم که برای خود عملیاتی رو انجام بده. ری استارت کردیم سرور یک دفعه، دوباره میرم قسمت سی ام دی باز میکنم، ولی بر اساس آی پی و نام پینگ میکنم سی ام دی، بعد میگم پینگ بکن 192.168.1.1 انتر میکنید، بر اساس آی پی جوابگویی میکنه، دوباره بر اساس نام پینگ سرور انتر میکنم. بازم گفته ما این نمیشناسیم،
هاشم هم نشد؟ نه اصلا سیبان نمیشه، آی پی میشه. دلیلی که جوابگویی نمیکنه برای ما این کلاینت ها ببینیم چی هست، احتمال زیاد مشکل از اینه که چون بر اساس نام هم باید دقیقا ما مشخص بسازیم، تناب و نام کلاینت به چیز جوابگویی نمیکنه. دقت کنید، مثلا ما خواسته باشم برون پسش بر اساس نام هم پینگ بکنم، میرم به یه قسمت نام پی سی میشه میکنیم پینگ 192 داد 168 داد 1 داد 1، یه از خود سروره، داد 2 از کلاینت اینتر میکنم، با کلاینت وصله و هیچ مشکلی هم نداره. اما اگه خواسته باشیم به اساس نام پینگ بکنیم، من میرم دوباره میگم پینگ، نام کلاینت ما هسته کلاینت، اینتر میکنم. وقتی اینتر میکنیم برای ما میاره این جوابگویی کردن گفته در ریکوست کود نات فایند هاست کلاینت. این هاست کلاینت که شما مشخص کردیم وجود نداره. پلیز چک در نیم انترای اگین، نام چک کنیم و دوباره امتحان کنیم. دلیلی که جوابگویی نمیکنه اینه که تنها ما نوشته کدوم کلاینت، اما کلاینت مشخص نیست کدوم زون که ایجاد کردیم، پس حتمی باید زونی رو بنویسیم. دات اسم زونی که قبلا ایجاد کرده بودیم به اسم فرست بود، نوشته میکنه کلاینت دات فرست. حالا انتر میکنم، راحت جوابگویی میکنه و هیچ نوع مشکلی هم وجود نداره. فقط مشکلی که از اون وجود داشت به ما کمتر رو از اون دقت داشتیم اینه که تنها نام کلاینت نوشته نمیشه، علاوه از نام کلاینت بعد ما از همون زونی هم که ایجاد کردیم همون زون رو حتمی بنویسیم. میرم دوباره سرور رو پینگ میکنم به اساس آی پی، به اساس آی پی سرور رو پینگ میکنم و بعدم به اساس نام، بعضی میگم 192.168.1.1 یا آی پی سرور منه که از طریق خود پینگ میکنم، هیچ مشکل نداره، پینگ میکنه خود خود. و بعد از اون به اساس نام پینگ میکنیم، دوباره نوشته میکنیم پینگ، نام سرور بود به اسم سرور. حالا اگه تنها نوشته کنم سرور ایرور میده، سرور دات فرست، فرست همون زونی بود که ایجاد کردم، سرور دات فرست. حالا جوابگویی میکنه، انتر میکنه، DTL داره و کانکشن هم برقراره. حالا اگر ما برم داخل کلاینت و همین عملیات انجام بدم باید دقیقا برای ما جوابگویی بکنه. رو از این قسمت میرم به سیستم کلاینت. حالا سیستم کلاینت ما ویندوز 7 نصب، پینگ میکنم سرور، پینگ 192.168.1.1، انتر میکنم، سیستم سرور به اساس آی پی پینگ میکنه. چون ما DNS سرور کانفیگور کردیم باید به اساس نام پینگ بکنه و هیچ نوع مشکلی وجود نداشته باشه. دوباره پینگ می نویسم پینگ، ولی این دفعه به اساس نام، نام سرور ما چی بود؟ به اسم سرور بود، سرور دات نام از اونی هم که ایجاد کرده بودیم فرست که برای همگی یکسانه فرست. پس بعد از این وقتی به اساس نام میخواین پینگ بکنیم سیستم رو، بعد نامی رو به همراه زونی که ایجاد کردین، اگه زون شما به اسم آی تی سی اچ نوشته کنیم سرور دات آی تی سی اچ، زونی که ایجاد کردم به اسم فرست نوشته میکنم سرور دات فرست، انتر میکنم، دقیقا سیستم جوابگویی میکنه و ریپلای داره. پس نکته اساسی یا نکته مهم به این قسمت بود که شما خواسته باشین به اساس نام هم پینگ بکنین، بعد حتمی به تعقیب از او باید نام زونی که ایجاد کردیم و بنویسیم، مثلا دات فرست زونی ایجاد کردم. یه دقیقا میریم میبینیم هم و بعد از او هم کامند نس لوکاپ کار میکنم. از این موضوع میگذاریم، کامند ns lookup که چی نشون بده؟ name system lookup، برای چک بکنه که آیا DNS ما چیه، کار میکنه، آی پی ادرس چنده. ns lookup نوشته میکنیم lookup، بعد از اون نام همون زونی که ایجاد کرده بودیم، نام زون ما بود به اسم first، انتر میکنم و مجرد ns lookup زدیم و نام زون خود مشخص کردین، میگه نام سرور شما هست به اسم server.first، سرور نامیونه و first هم زونی بود که در او ایجاد کردیم. آی پی ادرس راست 192.168.1.1. پس سرور ما مشکل نداره، DNS سرور کار میده، نام رو با آی پی تبدیل میکنه و آی پی رو با نام تبدیل میکنه. باز هم میرم قسمت سرور و همه زونا نشون میدم که چرا این باید دات فرست بنویسیم، چون همین رکورد ها از او در داخل از او به همه صورت ثبت شده. میرم روی سرور کلیک میکنم، قسمت administrative tools رو گذاریم DNS server که همون ریکوردار ما ببینیم که چرا می بود سوی ادمینستون. قسمت forward lookup زیر کلیک میکنم،
زونی که ایجاد کرده بودیم به اسم فرست بود، روی فرست کلیک میکنیم. حالا رکوردار دقت کنیم، اینجا گفت به اساس آی پی نوم یزی هست احمد، نوم یکی دومی هست کلاینت و نوم یکی سومی هم هست سرور. حالا میرم به قسمت ریورس لوکاپ زون کلیک میکنم، بعد این رو از این زون کلیک میکنم. ببینیم پس این و همیشه وقتی به اساس نام جوابگویی کنه، بعد ما سرور دات فرست بنویسیم که این آی پی یکر برای ما ریپلای بده، نسبت به اینکه همین آی پی ها با همین نام رکورد شده در داخل DNS سرور. اگه دیگه چیز شما بنویسیم جوابگویی کردن بتونه. یکی دومی فرست دات کلاینت، پس به همین خاطر بعد نوشته کنیم فرست دات کلاینت که برای شما به اساس نام و آی پی هر دو تا در این زمان جوابگویی بکنه. و یک رکورد دیگه هم اضافه کردیم به اسم احمد، احمد پی سی دوم به اسم احمد هم رکورد دیو ذخیره کردم در داخل DNS سرور. شما اگر 10 تا 20 تا 30 تا دیگه هم دارین میتونین به همین ترتیب به لیست اضافه کنین. حالا 192.168.1.2 و بعضی هم احمد.first. احمد نامیر داده بودیم چون زونی که ایجاد کردیم فرسته، بنابراین میشه احمد.first.